در ایلستریتور هستیم و من میخوام به شما راجع به استخوان‌گذاری یا بن‌گذاری صحبت کنم. در همه نرم افزارهای انیمیشن این مقوله هست. این کار سختیه ولی عوضش امکانات جالبی میده. مهمترین نکتهش اینه که پدر فرزندی تعریف میکنه و ما میتونیم بگیم چی فرزند چیه. خب من در ایلستریتور یک کاراکتر دارم که یه بک‌گراند داریم اینجا. اگر دقت بفرمایید این دست یه تیکه هست و بعد این یکی استخوان ران پا پا ران قفسه سینه سرشانه سرشانه اینور و لگن. من خیلی لازمه که این دوتا رو حتما دوران بدم. اینه که با Alt مثلا اینجا رو در نظر میگیریم و من اینجا دوران میدم این شکلی میذارم اینجا. خیلی مهمه که در زمان تعریف انیمیشن اینا صاف و صوف باشن، خیلی مهمه. بعدا خواهید دید که وقتی شما اینا رو به صورت کچ تعریف میکنید در اعدادی که میخواهید استفاده کنید به مشکل میخواهید. مثلا این الان یه خود کچه، درسته؟ یه ذره صاف شه. و یه مشکل دیگه اینه که ما در ایلستریتور وقتی یه چیزی درست میکنیم میبریم در نرم افزار آدوبی انیمیت اونجا استاندارد نیست، خیلی قشنگ این نمیبره و در نتیجه شکل به هم میریزه. اینه که لازمه شما وقتی اینو میبرید اون طرف یکی دوتا حرکت بزنید که بهتون میگم. من اینو کنترل اس میزنم تا سیف بشه. یادتون باشه اینجا هیچ گروپی نداریم، همه چی جداست. بعد بیاریم میریم اکشن اسکریپت. هزار در هزار میخواییم روی اینستاگرام بتره کنیم، میخواییم یه کار مشتی بذاریم، مجلسی. یه صفر کم داره خانوما. چرا خانوما؟ چون اسکلت اصولا برای خانوما اختراع شده به ترسونشون. ما آقایون از هیچ نمیترسیم، از هیچ. اوکی، من فایل امپورت تو استیج میکنم و ای آیم رو میارم و اینجا شیفت نگه میدارم و این رو بزرگ میکنم. البته این که بک‌گراندم هست اسمش رو میذاریم پس زمینه، لکش میکنیم، باقی رو انتخاب میکنم و یه مقدار شیفت نگه میدارم بزرگی میکنم. اوکی، الان اینو داریم، درسته؟ و میخواییم که ریگش کنیم. به این کار میگن ریگ کردن، به تعریف استخوان‌ها و بعد تنظیم این که هر کدوم از استخوان‌ها چقدر اجازه داره حرکت کنه میگن ریگ کردن. من خیلی توی نرم افزار از بونش هنوز راضی نیستم که اینجا باشه، بون و بایند. بون برای استخوان گذاری، بایند هم برای اتصال عناصر به اون استخوان. شما ممکنه بخواید یک گل تو باد حرکت کنه، اون وقت مجبورید که از بون استفاده کنید. یه دلتون میخواد یه لیفتراک نشون بدید که اینجوری جنسا رو از رو زمین ور میداره، یا مثلا یه دست ربات، همه اینا با بون خوب میشه. اما من یه اسکلت انتخاب کردم که خیلی نزدیک به کار. این رو با اجازه آقایون ES2 سیف کنیم. اوکی، خب ببینید من این لایه ها رو میتونم اسم گذاری کنم ولی واقعا زمان میبره، حوصله ندارم. فقط شاید بدن و سر رو. آها، الان
باید اینا رو انتخاب کنیم. ببینید یه مقداری اینجا مثلا میدونید که در انیمه ما در این نرم افزار ما میتونیم اینجوری کنیم و خالی داخل لایه رو ببینیم، به خاطر اینکه یه موقعی موقع طراحی نیاز. من اینجا اگر کنترل بی بزنم چند بار این دیگه تمام میشه. کنترل آ کنترل بی 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 چیکار میکنه؟ بریک اپارت میکنه و هرچی که آوردید یک دست تبدیل به شیپ میکنه در اینجا. حالا مثلا انیمیشن ما 100 فریم خواهد بود، F5، و همه اینا رو باید تبدیل کنید به کلاسیک توین. وقتی کلاسیک توین کردید میایید مثلا روی اینا قرار میگیرید و اگر در لایه اولش بیستید و همه رو انتخاب کنید یک باکس آبی دارید، چون کلاسیک توین هست این درست کار میکنه. الان میشه اینو تنظیم کرد. من فقط بعضی از عناصر رو اسمش عوض کنم. اینو میذارم سر، اینو میذارم بدن، اینو میذارم لگن، اینو میذارم سرشانه راست، سرشانه چپ. اوکی؟ دیگه باقیش واقعا نیازی نیست. حالا یه مقداری زوم میکنیم و کار رو شروع میکنیم. حالا بالاترین لایه وایسیم بهتره ولی لزومی نداره. ابزار بون رو بر میداریم. هرچی قرار فرزند چیزی بشه باید در انتهای انتخاب ما باشه. مثلا اگر من از اینجاها حساب کنم سر میشه فرزند بدن، یعنی از اینجا کشیدم و اینجا رها کردم. این از این بیم اینجا این انتخاب کنیم. این استخوان سرشانه هست برای راست، میشه فرزندش استخوان بازو و اینجا میشه استخوان نمیدونم اینا یه اسمایی داره، ساعد ماعد نمیگن. این کتف این کتف این شانه است، این بازو دیگه. اینجا میشه کتف، اینجا میشه استخوان شانه، اینجا میشه استخوان بازو. شدم چپ نمیدونم اینجا از لگن میایم به ران، از ران میریم به پا. اینجا اگر میخواستم میدونستم اینم جداگانه رسم کنم ولی دیگه نکردم. دوباره از این به این، از این به این. الان دیگه فکر کنم همه چی به هم وصله الا یه قسمت، اونم اینه. ببینید این باید فرزند بدن باشه، یعنی از روی این باید بیایم به این هم وصل کنیم، درسته؟ یا از روی این هم باید به این وصل کنیم. دوباره باید اینو به اونجا وصل کنیم. پس یک بار دیگه این به این، این به این، این به این. خب الان مونده این. اینجا این فرزند اینه، این لگن فرزند اینه. اینجا، 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 اینجا. یه نگاه بکنید اینجا رو. می‌بینید که آرمچیر اینجا رسم شده و البته به نظر می‌رسه این آخری از همه کامل‌تره. این
و این نیازی نیست، فقط این. نه این ببخشید، اینم علکی، اینی که علامت آدم داره یعنی اینکه بن گذاری شده. یه نگاه بکنید به قیافش، هیچ چیز عوض نشده هنوز، فقط اینجا در این پنجره میبینید که زمانی که بیایید و روی این بیستید یک ساختار بنگذاری رو میبینید، درسته؟ سر فرزند بدنه، این دست فرزند اینه، این فرزند اینه، این فرزند اینه، این فرزند اینه. حالا ببینیم چطوری کار میکنه. اگر اینو بردارید و بیایید مثلا اینجا نگاه کنید، میبینید که زمانی که دستتون میگیرید اینجا حرکت میدید، این حرکت میکنه، یا سر یا این. استخوان گذاری واقعا کار سختیه، یعنی کافی بود مثلا شما این بدن رو، این شانه هاشو تفکیک نمیکنید، وقت بدن الان تکونه اضافه میخواد. یا اینجا واقعا طراحی بدن انسان در طبیعت شاهکاره، به خاطر اینکه کافی بود که من پام که میچسبه به بدنم مستقیم بچسبه به استخوان بندی و وسط راه قذوف ها و این لولا مولا ها نباشن. اون وقت بود که وقتی پامو تکون میدادم یه قر میومد و سریع یه ون میومد ما رو میبرد، یعنی وقتی راه میرفتی اینطوری میشدی، خیلی محاسباتش. همینطور برای پا مثلا ببینید. حالا میخواییم ادامه بدیم ریگ کردن. ببینید اگر اینجا پروپرتیز رو نگاه کنید، زمانی که من مثلا روی این پا میزنم، اینجا قسمتی دارم به نام joint rotation enable constrain. میتونیم بگیم این پا زمانی که میچرخه بیشتر از منفی 45 نچرخه. الان اینجا 45 تا 45. دوباره اینجا که میستم میتونم بگم اینجا هم به همین صورت. حالا برای اینجا، اینجا هم نباید بیشتر از 45 داشته. اینجا 45، اینجا هم 45. ببینید قصه اینه که از 45 تا 45 میچرخه، یعنی این پا نمیتونه بیشتر از این حرکت کنه. اینجا دیگه وامیست، بیشتر از اصرار کنین طبیعتا پا حرکت میکنه که میشه جلوشو گرفت، جلوی اینم میشه گرفت. من کافی اینجا بزنم و بگم که آقا اکس روتیشن من، حرکت من در چه حد باشه، بدون محدودیت میشه این حالت. ببینید میره میاد، با محدودیت اگر حسابش کنیم میشه این، وقت میره اینجا میاد این. این هم یه چیزیست که برای یاد خواهی ما اینو فعالش بکنیم هم میتونیم صفرش کنیم. خب ببینید سر جاش، حالا خیلی دیگه فرق نمی کنه وقتی صفرش میکنیم. ببین اینجا مشکلمون اینجاست، اینجا ما هیچ محدودیتی نمیتونیم قائل بشیم و آنطور که میبینید به دلیل اینکه اینجا ما به این صورت داریم و دو تا داریم، نمیتونیم بگیم چقدر باشه. و وقتی هم که اینجا میگیم -45، -45 میشه، یعنی اگر کسی اومد اینجا اینو حرکت داد بیشتر از 45 تا نره. میبینید مربوط به خودش نیست، خودش اینجا تعیین میشه. یعنی وقتی اینجا رو میزنی
میتونی به این بگی آقا جون این پای من الان داره کامل میچرخه، دو استخوان براش اومده، قبول کن خواهش میکنم که آها ببینید تا توش پین میکنم با این علامت تازه میاد درست شد، یعنی روی این خودشه، باید این علامت پین بیاد بچه ها، ببینید یه علامت پین هستش، اینجا میزنم اینا، این که بیاد یعنی اینجا تعیین میشه. حالا ببینید زمانی که میخواییم دوران بدیم یه منفی 45 تا 45 برای من قائل شد که حالا باید ببینم این علامت پی نمیدونم چرا تیک خورد، پی نباید تیک. ببینید اینقدر نباید بیشتر دیگه، منفی 45 تا 45 تا. خیلی خوب، حالا که ریگذاری ما تقریبا تمام شده بریم تمام نشده بریم سراغ دست ها. اینجا که میستید منفی 45 تا 45 اینجا شد، اینجا چقدر باشه؟ اینجا پین شد. ببینید اینجا یه دست آدم چقدر میره بالا؟ 90 درجه میره بالا. خب یعنی اینجا چقدر میره بالا؟ اینقدر منفی چقدر میاد پایین؟ میتونه بیشتر از این بیاد پایین، یعنی اینجا انتخاب کنید بگید آقا تو میتونی تا مثلا 80 درجه بیاد پایین، اون وقتی که دست این از این ور میده از این ورم تا اینجا میاد، بعد اینجا میتونیم بگیم منفی 45 تا 80. آره نه، اینجا میشه منفی 80 تا 45 تا 80 یعنی تا پایین، یعنی وقتی اینو میاد پایین نگاه کنید اینجا 45 اینجا 80 این یکی، اما منفی 45 اینجا هم که وقتی شما اینو انتخاب میکنید درسته، سر هم که 45 تا 45 البته سر کم تره، مثلا منفی 30 تا 30 حالا به نسبت، یعنی اینجوری اینجوریش تا اینجوریش، البته همه بیشتر میچرخه چون بدن داره میچرخه. خب نسبت لگن به اینجا رو من فکر میکنم لگن نباید اصلا بچرخه، لگن با بدن اصلا نمیچرخه، من صفرش کردم درست. اینجا رو هم زوم کنم، نسبت استخوان شانه رو به اینجا من صفر کردم، این یکی رو مثل که اثر گذاشت سی تا منفی سی، اوه رو همه اثر میزن، خب اشکال نداره لگن رو وقتی تغییر میدیم اینم تغییر بز، به خاطر اینه که ما اوکی. خب من اینجا رو پین میکنم،
که دیگه این تکون نخوره. اینجا هم نمیتونیم پین کنیم چون اینا فرزنده. خیلی خوب، تقریبا ریگ گذاری من تمام شده. اینجا سر پین شد، من سر نمیخوام پین شد. حالا که ریگوزاری تمام شد میریم سراغ انیمیشن. انیمیشنش بسیار جالب خواهد بود. ببینید مثلا در فریم 10 ببینید شما اینجا یک کی فریم دارید اینجا که آماده است. مثلا در فریم 10 F6 میزنید و این دست رو میارید منتها میبینم که به این صورت نگاه کنید و اینجا یک کمی باید دقت کنید به خاطر اینکه این من دارم از موس هم استفاده میکنم، یه ذره محدودیت هایی رو برای من قائله. به این صورت میشه نه مثلا در 40 خیلی باید روی حرکت هاش دقت کنید و یا مثلا روی 70 خیلی میتونید کارهای زیبایی و حوصله انجام بدید. یه چیزایی هم نشون میده متاسفانه اون زمانی که دارید انیمیشن میسازید یه چیز نشونتون میده، زمانی که دارید پلی میکنید در پریویو یه چیز دیگه نشونتون میده. من میخواستم اینجا کپی فریم کنم که نشت. اینجا خب ببینیم چی داریم. بله میتونیم صدا هم روش بذاریم، مثلا میگه چه میدونم چه دوری خوبی خوش میگذره، چه خبر، میای میدی ما را یادمون نمیگونی، یاد میدی ما از اون نمیدردی، یاد میگه اسکلید 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 خیلی جذاب. اوکی این بود بچه ها. به هر حال بمبگذاری، حرکت دادن و تنظیم. فقط یادتون باشه که در قسمت پروپرتیز این قصه
زمانی که اینجا مثلا چه می‌دونم روی این اشاره می‌کنید، اینجا محدوده عمل x و y رو دارید که چقدر حرکت کنه، دمپینگ رو دارید که اگر چیزی بیاد اینجا اینجوری وایسه. حالا من در یک انیمیشن های حرفه‌ای تری که در قسمت پیشرفت آموزش میدم دمپینگ رو یاد میدم. دمپینگ یعنی مثلا اینطور یه چیزی بیاد اینجوری 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 وایسه، مثلا یه چوبی که میزنی روش طول میکشه تا وایسه. استرنج هم در واقع قدرت هست، سپید سرعت و پین هم ثابتش میکنه. این کلیات استخوان‌گذاری هست، چیز بیشتر از این نداره و دیگه با دوستمون بای بای میکنیم و میریم. از اون بزرزین، از اون بزرزین، از اون بزرزین، بزرزین، خدا نگهدار.